همراهان گرامی، برنامه آموزش تمرکز حواس از سوی دفتر UNHCR و CWS در جاکارتا اندونزیا برنامه ریزی شده بود که از ماه اکتبر تا ماه دسامبر 2020 جریان داشت. برای فهم بهتر این برنامه لطفاً ویدیو را تا انتها تماشا کنید. مربیان این برنامه: آریرا واهیونی، مربی تمرکز حواس، واره بجایانتی، مربی برای نوجوانان، والدین و معلمان. تمرکز حواس. ما چرا اینجا هستیم؟ سهمگیری در تمرکز حواس و طرز فکر جدید در واقع ما را قادر می سازد تا کمی راحت‌تر زندگی خود را سپری نماییم. همراهی کردن برای تمرین تمرکز حواس، دنبال کردن زندگی برای ایجاد یک طرز فکر جدید، تنظیم و همراهی کردن برنامه عملیاتی برای شناسایی و رسیدن به اهداف زندگی. نیازها و انتظارات. در حال حاضر واقعا به چی چیزی نیاز دارید؟ می خواهید از این برنامه چی چیزی به دست آورید؟ مقدمه بر تمرکز حواس. ذهن آگاه یا ذهن گرفتار. تمرکز حواس به معنای توجه است که بدون قضاوت آنچه لحظه به لحظه اتفاق می افتد. جان کابت‌زین 1979. اکنون اینجا و در حال حاضر باشید، کاملا تجربه کنید، بدون خاطره از گذشته، بدون تصور از آینده. 5 حستون را تجربه کنید. به حواس بدن، افکار و احساسات توجه کنید. حالا به معنی انتها نیست. فایده تمرکز حواس از طریق تمرین منظم. استرس، افسردگی، استراب، احساسات منفی، درد و غیره نشان یک بیماری است. تمرکز، توجه، آرامش، همدلی و پاسخ بهتر نشان انسان های سالم تر هستند. نفس بکشید تا 4 بشمارید. نفس خود را نگه دارید تا 7 بشمارید یا حد اکثر توانایی خود را بیازمایید. در بازدم تا 8 بشمارید یا حد اکثر توانایی خود را بیازمایید. بازدم باید بیشتر از نفس کشیدن باشد. فعال سازی سیستم پاراسامپاتیک و آرامی صورت گیرد. 3 بار در روز و هر بار 10 دقیقه تمرین کنید. احساسات ما را انسان می سازد. بشناسید و نامگذاری کنید. بپذیرید و اجازه دهید. انکار نکنید. آن را در یادداشت روزانه تان بنویسید. خوشحال، هیجان، حساس بودن، ترسیده، عصبانی، قهر، غمگین. سپاسگزاری و تمرکز حواس. به چیزهای خوب و مثبت توجه کنید. مسیرهای جدید روانی را برای احساسات بسازید. بشر دوستی را افزایش دهید. بدشانسی را با بخشش و فروتنی بپذیرید. توجه نمایید. قضاوت و مقاومت را کنار بگذارید. از اموال دنیا سپاسگزاری کنید. امروز من احساس سپاسگزاری میکنم از 1. داشتن صحت خوب. 2. داشتن دوستان خوب. 3. داشتن شریک زندگی خوب. هیچ فاجعه بدون اراده خدا رخ نمی دهد و هر کس که به خدا ایمان دارد، ایشان قلب او را هدایت می کند و خدا از همه چیز آگاه است. طرز فکر. اگر افسرده هستید، شما در گذشته زندگی می کنید. اگر مضطرب هستید، شما در آینده زندگی می کنید. اگر در آرامش هستید، یعنی شما در حال حاضر زندگی می کنید. کار خانگی. تمرین تنفس کردن 4، 7، 8 را 3 بار در روز و هر کدام را 10 دقیقه تمرین کنید. برای کمک به تمرینتان، نرم افزار بریتلی را دانلود کنید. احساس خود را حداقل 3 برابر در روز در یک یادداشت روزانه بنویسید و احساستان همان طوری که است بپذیرید.
قبل از خواب از یک تا سه موردی را که از آنها سپاسگزار هستید در یادداشت روزانه‌تان بنویسید. سپاس از توجه و همراهی شما. لطفاً کانال استار میدیا را سابسکرایب نمایید.